به نام خدا شاگردای عزیز سلام به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی بسیار زیاد خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی رو با همدیگه میخوانیم درست است و فصل چندم هستیم فصل دهم ده یا آمار گفتیم درست است و درس سوم ما و شما امروز میشه اما عنوانی که ما و شما امروز باید بخوانیم اهداف درس سوم درس امروز ما و شما چی است گراف میله ای و گراف خط منکسر یا خط شکسته میباشد. باشد درست است خب اگر یادتان باشه در سایه گذشته شاگرد عزیز ما و شما جدول کسرت خانه و جدول فریکنسی را خواندیم و گفتیم که ما اصلا چرا جدول می چون اگر دیتا های ما و شما دیتا های اولیه ما و اطلاعات اولیه ما و شما دیتا است دیگه برای اون گفتیم دیتا میگیم صحیح است او رو به ما و شما داده باشه ما و شما بخوایم تجزیه تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم از روی از اونها کار ما بسیار مشکل میشه مقایسه اونا و نتیجه گیری از اونها کمی سخت هست و مشکل است درست است اما اگر اونا رو به منظم کنیم در جدول فرکانسی جور کنیم برایش منظم مرتب کنیم و نتیجه گیری و تجزیه تحلیل بر ما بسیار آسان تر میشه و میتونیم نتیجه بهتری بگیریم درست است خب اما ما علاوه بر جدول برای یا جدول کسرت ما میتونیم برای از اونها یک گرافم هم رسم بسازیم از روی گراف هم میتونیم نتایج خیلی بهتری بگیریم تجزیه تحلیل ما و شما آسان تر شود درست است پس ما برای هر جدول کسرتی که داریم میتونیم گراف جور کنیم یا گراف رسم کنیم اما دو نوع گراف هم ما و شما امروز میخوانیم اول گراف میلی رو میخوانیم و بعد گراف خط منکسر یا خط شکسر رو میخوانیم درست است خب شاگرد عزیز گرامی اول از همه تشکر میکنیم از شاگردای عزیزی که کارخانگی درس گذشته رو به ما روان کردن و از هم که روان نکردن لطفا به ما روان کنند خب از چی طریق روان کردن از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست شاگرد عزیز پس شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است گراف میله ای و گراف خط منکسر یا خط شکسته پس ما نوشتن می گراف میله ای اول تشریح میکنیم پس درس امروز ما و شما افت گراف میلی دقت کنید گراف میلی یا گراف نواری هم بعضی از کتاب ها برش میگه گراف نواری یا گراف میلی بعضی از کتاب گراف ستونی هم برش گفته میشه ولی خب کتاب ما و شما میلی نوشته کرده سعی خب گراف میلی چی است میگیم که ما اگر یک چند تا دیتا داشته باشیم برای از که ما بتونیم منظم مرتبش کنیم یک جدل فرکانسی یا جدول کسرت جور میکنیم و از روی جدل کسرت ما میتونیم یک گراف بکشیم سیست و از روی گراف هم میتونیم آسان اطلاعات تجزیه تحلیل کنیم و دریافت کنیم پس دقت کنید گراف کشیدن چند نکته داره سیست یک گراف میله باید دقت کنیم معلومه مثال کار میکنیم میکشم برات ولی سه بخش بسیار مهم داره سه بخش باید 100 درصد ما و شما ذکر شوه نوشته شوه یک عنوان ما و شما یک گرافی که میبینیم همین گراف چی است باید عنوان داشته باشه. عنوان نوشته شده باشه همین گراف به عنوان مثال تولیدات پنبه یک ولایت است نمرات ریاضی یک مؤصل است یک م... چی است یک است یا فرق نمیکنه هر چی باشه صحیح پس عنوان ازو باید مشخص باشه همین گراف مال چی است صحیح پس یک عنوان اگر عنوان نباشه خب ما گراف میبینم چی نتیجه بگیرم نمیفهمم پس حتما باید گراف ما شما چی داشته باشد عنوان پس اجزای گراف میلی که حتما ما نوشته شود اول چی است عنوان است درست است و دوم مشخصه محور ما گراف که ما میکشیم دو محور برش میکشیم محور افقی و محور عمودی و اون مشخصه باید داشته باشه همین محور افقی چی است همین ماه سال است نمره ریاضی است چی مشخص کنیم بر ما صحیح است و محور عمودی ما ما شما همین چی نمره است تن است به کیلو است به با چی است باید مشخص شود صحیح است و دیگه چی مقیاس اگر مقیاس داشته باشه که مقیاس باز ما گرافیک کشن باز, باز بر تشریح میکنم صحیح پس این سه بسیار سه جزء بسیار مهم گراف میلی است البته هر گرافی ولی ما در رابطه با گراف میلی میگیم سه است گراف های خط منکسر ما و شما امیار داریم پس اجزای گراف چی میشه یک گفتیم باید چی داشته باشد عنوان صد فیصد ما باشیم عنوان داشته باشیم نوشته کنیم دو مشخصه محور دو محور افقی و عمودی ما و شما باید مشخص باشه همین محور مال چی است عنوان که کلیسه کل گراف ما عنوان کلش نوشته میکنه و معمولا زیر گراف نوشته میشه صحیح یا بالا یا زیر گراف نوشته میشه اما مشخص محور هر محور با ما شما مشخص میکنه همین محور مال چی است و سوم مقیاس اگر مقیاس وجود داشته باشد. یعنی سه نکته را باید در گراف ای که در هر گرافی ولی خود گراف موجود موجود ای که ما شما درس ما شما امروز است باید این سر باید دقت کنیم و این سر نوشته کنیم من مثال کار میکنم دقت کنید ما یک جدول فرکانسی نوشتم و میکشم و از روی از گراف میلیش رسم میکنم تا بفهمی صحیح است جدول فرکانسی ما به این شکل است در درس های گذشته یک سوال کار کردیم صحیح یا تا نست؟ در رابطه با تولیدات پنبه ولایت ها بود اما رو نوشتم میکنم پس ولایت ها صحیح و اینجا اینجا چی میشه تولیدات پنبه تولید پنبه گفتیم بچی به تون است دیگه نه گفتیم با مثال اگر چه باشد بغلان گفته بودیم بغلان چند بود با مثال 8 تن است صحیح است حالا شاید فرق کنه مهم نیست من فقط نوشتم میکنم کنم نام مثال ولایت بعد چی است ولایت بلخ ولایت بلخ چند بود 10 تن مثلا چی داشت پنبه تولید کرده و کش کرده بود و تولید کرده بود ولایت سرپل با مثال 7 بود صحیح است ولایت سرپل 7 است ولایت با مثال هرات شش بود سیست یک ولایت دیگه هم جور کنیم یک دو سه تا بس است همین چهار ولایت بود مثال فرق نمی کنه چهار تا شش باشه فرق نمی کنه همین جدول فرکانسی رو ما شما داره است حال جدول فرکانسی یا کسرت حال می برای از جدول یک تا گراف میله ای بکشیم سه است. خب گراف میله ای گفتیم باید به کار کنید دقت کنید دو محور عمود بر هم رسم می دو محور عمود بر هم به کمی کج می میل راستر بکشم به این شکل دو محور عمود بر هم رسم میکنیم خب این شیش است این شد محور ما و شما مشخصی ما گفتیم عنوان باید داشته باشیم پس عنوانش من در زیرش نوشته میکنم چی میشه عنوانش میشه چی تولیدات تولیدات یا تولید چی پنبه در ولایت ها در ولایت های کشور سیست پس این عنوان شد پس عنوان نوشته کنیم در زیرش یا دای بالای در زیر نوشته میکنه که حتما ما و شما وقتی گراف میبینیم ما بفهمیم چی است چون ما و شما شاگرد از دقت کنید در بعضی ما جدول فرکانسی نداریم فقط گراف میبینیم از روی گراف باید بفهمیم گراف مال چی است پس بخود عنوانش عنوان زیر یا دای بالا نوشته میکنه که ما دای زیر نوشته کنیم تولید پنبه در ولایت ها پس این شد عنوان اما دقت مشاگرد عزیز اما چی میکنیم؟ آل مشخصه محور گفتیم و دو محور رو باید مشخص کنیم دست خود تسر مشخص کنیم ما میام چی میکنیم؟ ولایت ها را در محور افقی در نظر میگیرم و تولید پنبه را بعد محور عمودی در نظر میگیرم سعی است پسیر نوشته میکنم ولایت ولایت ها سعی ولایت ها را نوشته میکنم سعی خب فهمیده چی رقم شد دیگه نه اما شاگرد عزیز این چی میشه این تولید میشه میزان تولید میزان نوشته کنم میزان تولید میزان تولید است؟ این در اینجا هم که عنوان تولید پنبه می فهمید دیگه خب شاگرد عزیز پس چی شد مشخص های من نوشته کردم پس عنوان مشخص های نوشته کردم خب من ولایت ها در اینجا نوشته کنم ولایت اولی رو من در اینجا خط نکشم زیرش نوشته میکنم بغلان است؟ ولایت دوم من نوشته میکنم چی بلخ سومی سرپل و آخری هرات. هراد فس خب سه ده. ده ده سه. پس فس ها رو نوشته کنیم خب حال دقت کنید چی هست من در اینجا نوشته میکنیم یک دو سه چار پنج شش افت اشت نو ده یازده دوازده سیزده. این مدرج میکنیم پس نوشته میکنیم یک دو سه چار پنج شش افت اشت نو ده یازده دوازده و سیزده خب شاگرد عزیز دقت کنید خب من میرم چی میکنم شاگرد عزیز به شکل گراف میکشم حالا فهم دیگه دو محور افقی و عمودی رسم کردم چی مشخص های محور ها رو نوشته کردم و عنوانم در زیرش نوشته کردم خب بغلان چقدر پنبه تولید کرده 8 تن سیست پس در روی 8 میکشیم نقطه میمانیم در روی خود از یک تا میله برش میکشیم تا امی عدد 8 داخل از به تو خط خط میکنیم که چی شود جور شود سیست خب اما ولایت بلخ، ولایت بلخ چه است؟ ولایت برق دست پس ولایت برق روی از یک تا در پیدا میکنیم به شک و یک تا میله تا در میکشیم با خاطر گراف میله برش میگیم سیست و یارم داخلش خط خط میکنیم که دقیق مشخص تر شوه پس یه چی ولایت برق ولایت سرپول سرپول چند است سرپول افت است پس عدد افت پیدا میکنیم خب ولایت سرپول به و در آخر ولایت ولایت اعراب که چند شده شش شده البته یا مثال است که من خود نمیت زدم سعی است پس یارم از جای جا اطلاعات نوید دریافت نکردم من تا خودم ذهنی مثال زدم شاید بعضی اطلاعات غلط باشه ما مثال هرات بیشتر باشه یا کمتر باشه فرق نمیکنه فقط برای درسی که ما شما بفهمیم پس یک مثال سعی پس من این جدول فرکانسی گراف میلیش رسم کردم اما یک نکته مان شاگرد عزیز سوال کسایی که سوال کردن شد آفرین مقیاس در اینجا است مقیاس باید 100 درصد ما نوشته کنیم مقیاس ما اینجا میزان تولید بچه بعد در روی از این نوشته میکنم تن یعنی چی هر 1000 کیلو یک تن میگیم صحیح است پس این که یک است یعنی 1000 کیلوگرم یعنی یک, کیلو یعنی یک تن دو تن سه تن چهار تن پنج تن صحیح است اگر این تن ما شما مقیاس نوشته نکنیم خب چی میشه ممکن یک نفر کیلو بخونه بگه بغلان 8 کیلو پنبه تولید کرده خو غلط نشه دیگه صحیح پس باید 100 درصد چی باشه مقیاس هم ما و شما نوشته کنیم البته بعضی از گراف ها که ما و شما جدول فرکانسی میکشیم مقیاس نداره مقیاس هم یک, یک 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 است دو دو است به اون شکل است که دیگه اونها نیاز نیست مقیاس نوشته کنیم ولی در سوال که ما و شما کار کردیم مقیاس 100 درصد باید نوشته کنیم پس سه عنوان سه نقطه در گراف میلی باید بفهمیم عنوان که نوشته کردم چی است تولید پنبه در ولایت ها و دوم مشخص محور ولایت ها پایده هم چی است میزان تولید و مقیاس هم چی است تن یعنی نشان میده که یعنی 8 است 8 تن چه بغلان 8 تن پنبه تولید کرده صحیح است پس این سه نکته رو باید بفهمیم خب شاگرد عزیز پس دقت کنید اگر ما و شما این جدول فرکانسی نداشته باشیم یعنی گراف فقط داشته باشیم از ریاضی هم ما میفاهمیم. کدام ولایت از همه بیشتر تولید کرده ولایت بلخ چه خط تولید کرده ده کدام ولایت از همه کمتر تولید پنبه داشته ولایت هرات چه خط تولید داشته شش شش چی شش تن چون مقیاس نوشته کنیم به ما و شما سیست پس این هم چیش عزیز هم از گراف ای و دیدیم که هر چه داشته باشیم ما و شما اگر یک تا جدول فرکانسی یا جدول کسرت داشته باشیم میتونیم گراف میله ش رسم فقط این سه نکته رو باید مشخص کنیم و نوشته کنیم که کجا نوشته شده و وقتی که یک یک نفر دیگه همین گراف میبینه از ریاضی بتونه اطلاعات صحیح کسب کنه دریافت کنه اطلاعات غلط از پیش دریافت نشه و پس پسیم هم از گراف ای خب شاگرد عزیز و گرامی پس گراف میله ای فهمیدیم چی هم است و چه رقم کار میکنه و سه نکته بسیار مهم بود دیگه اول گفتیم چی است اول باید عنوان مشخص کنیم مشخصه محور و مقیاس در صورت وجود اگر مقیاس وجود نداشت که مشخص نمیکنه اما اگر وجود داشت باید حتما مقیاس نوشته کنه درست است پس این سه نکته در گراف میلی می در،, در در البته در هر گرافی ولی گراف میلی که درس دادیم شما این رو اما گراف خط منکسر یا خط شکسته گراف خط شکسته چی است او هم یک نوع گراف است که ما میتونیم از روی یک جدول فرکانسی یا جدول کسرت او گراف رسم بسازیم و از روی از اطلاعات میتونیم دریافت کنیم پس شاگرد عزیز میریم سر تخته و گراف منکسر با یک مثال برای شما تشریح میکنیم و توضیح میدیم که بفهمی پس شاگرد عزیز همراه ما باشید خب شاگرد عزیز و گرامی عنوان درس دو... عنوان دوم درس امروز ما و شما چی است گراف خط منکسر و خط شکسته درست است دقیقاً گراف خط منکسر هم به این شکل است. به شکل گراف ای که گفتیم سه نکته رو باید یاد داشته باشید و دقت کنید اول عنوان عنوان شست دو مشخصه محور و سوم مقیاس اگر وجود داشت در صورت وجود مقیاس رو باید نوشته کنیم صحیح است خب یک مثال کار میکنیم یک جدول فرکانسی من نوشته میکنم و گراف خط منکسرش رسم می‌سازیم. درست است به عنوان مثال میگیم که چی است یعنی جدول فرکانسی در رابطه با نمره درسای یک شاگرد در دوره لیسه یک مکتب فرق نمیکنه یک مکتب هر جا، یک هر جا باشه در شهر باشه فرق نمیکنه نامش بگیریم احمد احمد سیست پس چی است یعنی درسش است درس یا مضمون و یا نمرش میشه سیست پس در درس یا مضمون به عنوان مثال درس ریاضی را یا مضمون ریاضی نمره چی گرفته نمره سالانش گرفتیم نمره چند شده شده با عنوان مثال چند شده شده, 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 شده پنج. سیس شده شفت و پنج سیس یعنی فانون چی رقم شد نه؟ و نمره درس بانون فیزیکش فیزیکش چند شده شده افتاد و افتاد افتاد بخی افتاد شده سیس نمره درس کیمیا شده اشتاد سیس و یک یک درس دیگه برش بگیم یک درس دیگه بانون مثال درس چی باشد ریاضی فیزیک کیمیا بیولوژی بیو بیولوژیشم هم چند شده بیولوژی هم نمره گرفته چند گرفته دو نمره نمره 50 به نام سال. خب زیاد درس نخوندن نمره 50 گرفته اما کامیابی رو به زور گرفته دیگه نه خب اینی رو گرفته عالی گفته چیکار کن گراف خط منکسرش شما رسم بساز خب شاگرد عزیز دقت کن ما گراف خط منکسر از رسم میکنیم پس دوباره دو محور عمودی و افقی بر هم رسم میکنیم صحیح خب مشخصهای محور رو باید مشخص کنیم و عنوان و مقیاس اگر وجود داشت که من نوشتم میکنم دقت کن شاگرد عزیز چی؟ مشخص اول ما میگیرم مضمون یا درس مضمون یا درس محور افقی را محور آمدر چی میگیرم نمره صحیح است نمره گرفتیم خب درس من نشون می کنم. درس اولش ریاضی است درس دوم چی است فیزیک است درس سوم کیمیا و درس آخرم چی گرفته؟ بیولوژی گرفتیم نه؟ بیولوژی سهیست؟ پس این چهار درس هم نوشته کردیم پس چی هست؟ درس یا مضمون میشه چی مشخصه محور افقی ما محور عمودی ما میشه نمره سهیست؟ خب شاگرده عزیز دقت کنید عنوان چی هست؟ این عنوان میشه چی؟ عنوانش میشه گراف چی؟ گراف نمرات سالانه مثلا شاگرد نامش احمد است دیگه نه؟ پس نویشه عنوانش نویشه میکنم نمرات سالانه احمد صحیح احمد هم یک شاگرد یک مکتب است دیگه خب شاگرد عزیز دقت کنید اما ریاضی چند گرفته ریاضی را 65 گرفته مگر نوشته کنیم 1 2 3 4 5 6 تا 65 خود جای نمیشه با اون خاطر ما چی نوشته می کنیم نوشته می کنیم هر خط نوشته می 5 صحیح بالا 5 10 15 20 25 5 تا 5 تا بالا میریم 5 10 15 20 25 سی سی و پنج چل چل و پنج پینجا پینجا و پنج شست شست و پنج ما این با... کمی بالاتر باید بروم دیگه نه البته شکل شما میتونید ده 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 تا بالا برید بگیم ده بیس سی و او شکل میشه فرقی نمی کنه من تا ها پنجتا ها تا بالا رفتیم خب پنجتا پنجتا پنجت بالا بریم شست و پنج چند میشه افتاد 75 80 85 یعنی 75 یعنی هم 80 و 85 فست پس ما 55 بولیم شما میتونید کتابچه خودت کیدکه بکشید رسم کنی ده ده تا ورده 20 30 40 50 60 70 80 90 100 سیس میتونید به شک بوره خب ریاضی چند گرفته ریاضی 65 گرفته من 65 پیدا می کنیم شوگرد عزیز 65 اگر پیدا کنیم 65 کجاست دهی هسته و درس ریاضی البته دقت کن گراف میلی گراف خط منکسر است گراف خط منکسر پس ما چی میکنیم امی خود ریاضی را میایم در به نقطه میرسانم یک نقطه برش میمانم یک نقطه پر رنگ میکنم خب فیزیک چند است فیزیک بوده افتاد 70 پیدا میکنم و فیزیک 70 برش میمانم صحیح است چاگرد عزیز چرا رقم شد دیگه از فیزیک خب کیمیا چند شده کیمیا شده اشتاد. بر کیمیا 80 پیدا میکنم برش اینی میشه کیمیای ما و شما سیست و بیولوژی چند شده؟ بیولوژی شده پینجا درس نخونده پینجا رو پیدا میکنی اینی میشه بیولوژی ما و شما سیست خب بعد من این گراف ختمون کسره پاک کنم که گراف شما میکشم با غلط نشه پیش شما و شما خب حالا شاگرد عزیز، پس نقاط رو پیدا میکنیم گراف میلی که دیدید شغم بود دیگه نه یک میله میکشید اما گراف خط منکسر شما این نقاط رو پیدا میکنیم و این نقاط رو باید چه کنیم شاگرد عزیز باید با خط مستقیم به همدیگه وصل کنیم خط خمیدنه خط مستقیم سیست سیست به میشه پس این نقاط شد نقطه ما و شما اینجا شد یک تای دیگه اینجا شد یک تای دیگه اینجا و یک تای دیگه اینجا سیست پس ما و شما تانستیم گراف خط منکسر یا خط شکسته را رسم کنیم پس با خط مستقیم اینا رو به هم دیگه وصل میکنیم پس یه هم چیزی شاگرد عزیز یه پس ما این نمره نوشته نکردم یه هم نمره خب چرا از این مقیاس دارد مقیاس ندارد مقیاس چون نوشته کردیم 5 ده 15 نوشته کردیم اگر نوشته میکردیم یک، دو، سه، چهار، 5 شش، بعد نگفتیم هر یک یک ماو شما 10 نمره است دوی مثال دو ما شما 20 نمره است دو شک باز مقیاس است باید نوشته میکردیم هر یک هر یک واحد مساوی است با 10 نمره ولی خو این مقیاس نمیخواست ندارد،, ندارد چون ما نوشته کردیم ده. 5، ده 15، بیست بیست تا رفتیم خودش تا 8.5 نوشته کردیم فایست. اما اگر من به ایشک نوشته میکردم دقت کنید عزیز با سال من به ایشک این محور عمودی من به ایشک بود نوشته میکردم یک دو سه چهار و هر یک یک خانه را ده نمره میگرفتم میگفتم ده نمره بیست نمره سی چل اگه بهش یک دو سه چهار نوشته میکردم تا ده بیشتر نوشته نمیکردم دیگه نه بعد به مقیاس داشت باز در کنارش نوشته میکردم هر خانه مساوی با ده نمره او میشه چی اون میشد مقیاس ما و شما که دیگه باز مقیاس نداریم چون نوشته کردم ده 5 ده 15 20 صحیح پس رقم شد دیگه پس شاگرده عزیز پس یه چه؟ گراف خطه منکسر و گراف خطه شکسته را ما و شما یک جدول فرکنسی با ما و شما داده شده ما تانیستیم بسیار آسان رسم کنیم و بفاهمیم خب حالی شاگرده از دقت کنید اگر ما و شما به ما و شما اینه جدول فرکانسی رو نده جدول کسی داده نشده باشه فقط گراف به ما و شما داده باشه با اون مثال میای شما یک گراف میبینی بهش گراف مف... باید گراف بفاهمی. اول عنوانش میخوانی نمرات سالانه احمد احمد باز باید بگیم که در کدام مکتب بوده ولی کار نداریم فقط میفهمیم نمرات سالانه است سه است. خب درس یا مضمون مشخص محور اول پس درس ریاضی فیزیک کیمیا بیولوژی و این هم نمره نمره رو میفهمیم مشخص محور دیگه ما شما پس میفهمیم در کدام مضمون بلندترین بش... نمره گرفته در مضمون کیمیا چند گرفته 80 گرفته سیست در کدام مضمون از همه کمتر درس خوانده در مضمون بیولوژی در مي... بیولوژی کمی ضعیف بوده دیگه نه. درس نخوانده اگر یک نمره پایین تر میگرفت ناکام میشد دیگه سه است. پس فهمید چی رقم شد دیگه نه؟ پس شاگرد عزیز و گرامی ای هم از گراف خط منکسر یا گراف خط شکسته خب شاگرده عزیز و گرامی پس گراف خط منکسر یا خط شکسترم هم فامیدیم و بسیارم هم آسان بود درسته اما کارخانگی کارخانگی های صفحه 230 و 232 کتاب کار کنید و با ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 2964 780 255 40 13 شاگرد عزیز و گرامی پایان درس سوم از فصل دهم عزیزان مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا